خب بچه ها، برگشتم با ادامه بحثمون با فصل 4 سال 12. شما دارید همچنان ابر پکیج شب امتحان 12 رو میبینید. 3 فصل تدریس شد، خلاصش ارائه شد، میرسیم به فصل 4 که مظلومه کلن 4.25 تا 5 نمره به ترکونه از این سوال میاد. سوالاش روتینه. تیپ اولش کوه نوردی. بچه ها میخواین از دو تا قله بالا برید. شما فرض کنید یه توپ هستید، توپ این توپ از این قله میخواد بالا بره، یه بند خدایی باید پیدا بشه اینو هل بده تا سر قله. به قله که رسید از اون بره قله قل میخوره میره پایین. حالا بچه ها هر چقدر ارتفاع این قله بزرگتر باشه چه اتفاقی میفته؟ زمان بیشتری طول میکشه تا شما به عنوان توپ به قله برسید. آقا چه مثالی بود زدین، چرا نگفتیم ما با یه توپ بریم سر قله؟ همجوری عشق هم کشیدیم مثال بزنم. حالا دیگه میگم ساعت الان شده 1:45 بام دادیم مثال زدم، ولی فکر کنم قطعا گرفته باشی چی شده. هر چقدر ارتفاع قله بیشتر باشه سرعت واکنش کمتره و این ارتفاع قله فقط به سرعت وابسته است. بچه نگاه کنید، دوتا نمودار مشابه داریم. تو این نمودارها داستان از چه قراره؟ اولا بچه دوتا حالت داریم. این نمودار انرژی پیشرفته، اینی که سمت چپتر میکشیم واکنش دهنده است، اونی که سمت راستر میکشیم سطح انرژی فراورداست. هرچه سطح انرژی کمتر پایدارتر. بچه ها اینو پول در نظر بگیرید. اینجا مثلا 2000 تومن پول دارید، اینجا 1000 تومن پول دارید. خب میدونم الان مثلا مرغ شده کیلوی 70 تومن ها در جریانم، ولی کلن میخوام اینو بهت بگم که الان 2000 تومن تو پول داری دیگه. حالا دیگه از من قبول کن. شما میری خرید میکنی، پولت کم میشه، یعنی سطح پول نهاییت کمتر میشه، انرژی دادی، پول انرژیه، انرژی ده همون گرمادهه. خب حساب چی میشه؟ منفی میشه، دلتا اچت کوچکتر از صفر میشه. این تیکه گرما رو بهت نشون میده یا آنتالپی رو بهت نشون میده. آنتالپی هیچ ربطی به قله مله و اینجور چیزا نداره. اما اگر تو قصد داری از اینجا به اینجا برسی، همینقدر آسون هم نیست. تو باید اول به یه قله برسی به نام سد انرژی. به این میگن سد انرژی، به این میگن انرژی فعال سازی واکنش رفت، به این میگن انرژی فعال سازی واکنش برگشت، EA و EAP که دلتا اچ تو از تفاضل انرژی فعال سازی رفت نسبت به انرژی فعال سازی برگشت به دست میاد. یادت باشه انرژی فعال سازی منفی نمیشه و انرژی فعال سازی دما روش تاثیر میذاره، کاتالیزگر روش تاثیر میذاره. انرژی فعال سازی و کاتالیزگر کم میکنه، دما انرژی فعال سازی رو تامین میکنه. مثلا تو میری یه دونه گوشی بخری، گوشی 40 تومنه، یه بار چونه میزنی گوشی 40 تومنی 30 تومن میخری. چونه زدن شبیه کاتالیزگر رفتار میکنه، کمش میکنی، بهایی که میخوای بدی واسه اون وسیله رو کمش میکنی. یه جاهایی میری میگی بابا من یه دونه گوشی میخوام 40 تومن، بابات میگه فدا سر 40 تومن تو کارتت برو، یا این کارتو بگی برو گوشی رو بخر. اونجا پول خرید گوشی تأمین شده، گرما انرژی فعال سازی رو تأمین میکنه، اما کاتالیزگر انرژی فعال سازی رو کاهش میده، بس سریعتر تو به قله میرسی. بس چی شد؟ اینم تعریف کردیم که داستان تأمین انرژی فعال سازی توسط دما و کاهش انرژی فعال سازی توسط کاتالیزگر به چه شکلیه. این نمودار مربوط به نمودار چی بود؟ یک واکنش گرماده بود. عکس همین بچه میشه یک واکنش گرماگیر که در اون سطح انرژی واکنش دهنده ها از فراورده ها کمتره. از اینجا تا اینجا رو بازم میگیم دلتا اچ که این بار مثبته، اینو میگیم EA انرژی فعال سازی واکنش رفت، اینو میگیم EAP یعنی انرژی فعال سازی برگشت، بازم دلتا اچ میشه EA منهای EAP. بچه‌ها یه سوال دیگه، الان تو این واکنش سمت راستی اگر بخوای در برگشت حرکت کنی سرعت بیشتری داری یا تو رفت حرکت کنی؟
ماشاءالله تو برگشت. چرا؟ چون فاصله سطح انرژی تا قلت اینجا کمتره، تو زمانی که داری حرکت میکنی از رفت بری به سمت برگشت انرژی فعال سازید بیشتر. من به بچه ها میگم بچه ها اینجا از روش وجب استفاده کنید، هر جا با وجب بیشتری مواجه شدیم یعنی شما کار سختری داریم برای رسیدن به قله. به عبارتی انرژی فعال سازی باعث میشه سرعت واکنشتون کمتر بشه، هرچه بیشتر سرعت واکنش کمتر. با این اوصاف همه سوالای انرژی فعال سازی بریم بترکونیم. میگه فسفر سفید یعنی P4 برخلاف گاز هیدروژن یعنی H2 در هوا و در دمای اتاق میسوزد. چی شد؟ بس فسفر سفید میسوزه، هیدروژن نمیسوزه. میگه کدام نمودار سوختن فسفر سفید را نشان میدهد؟ بچه ها قطعا نموداری که انرژی فعال سازی کمتری داره. دلیلش همینه، چون انرژی فعال سازی کمتری داره با همون دمای اتاق شروع به سوختن میکنه، یعنی دمای اتاق توانایی تأمین انرژی فعال سازی رو داره. بس این نمودار مربوط به سوختن فسفر سفیده چون انرژی فعال سازی کمتری داره، این مربوط به هیدروژن چون انرژی فعال سازی بیشتری داره. کدام واکنش در شرایط یکسان کنتر انجام میشه؟ واکنش شماره 1. چرا بچه ها؟ به خاطر اینکه انرژی فعال سازی بیشتری داره و رسیدن به سد انرژی سخت‌تره. دقت کنید هر دو واکنش گرمادهن. چرا؟ چون سطح انرژی واکنش دهنده از فراورده بالاتره و شما اگر بخواید اینا رو به هم وصل کنید فلشتون رو به پایینه، یعنی انرژی داره آزاد میشه و این دلتا H هیچ ربطی به ای ای نداره، حواستون باشه. خب میگه ای چی رو نشون میده؟ دلتا H یا آنتالپی. بچه همین 25 صدام نمره رو برای شما داره. این همین تیپ سوال رو میبینی، نکن شک نکن، این همین تیپ رو شما سر امتحان میبینی. دوباره در باره انرژی فعال سازی بچه یه سری جدول بهتون داده در مورد واکنش گاز هیدروژن و اکسیژن که در دمای اتاق نمیسوختن، واکنش نمیدادن. میگه اگر شما کاتالیزگر نزنی سرعت واکنش ناچیزه. بچه این نمودار A میبینی بیشترین انرژی فعال سازی داره، بعد نمودار B، بعد نمودار C، یعنی نمودار C کمترین انرژی فعال سازی داره. نمودار A که بیشترین انرژی فعال سازی رو داره مربوط به بدون حضور کاتالیزگره. نمودار 2 که انفجاریه باز هم مربوط به نمودار A، یعنی انرژی فعال سازی A. آقا مگه نمیگه انفجاریه؟ چرا بازم انرژی فعال سازیش بالایه؟ بچه ها شما وقتی میایین جرقه ایجاد میکنید یعنی انرژی فعال سازی دادین، بابات پولو به حسابت ریخته، انرژی فعال سازی تأمین شده، جرقه نقش تأمین این انرژی رو داره. درسته این انرژی خیلی زیاده اما جرقه اینو برای تأمین میکنه، غیر اینه. پس این ایجاد جرقه هم بازم انرژی فعال سازیش میشه A، نمودار A. در حضور پودر روی، بچه ها پودر روی میاد کاتالیزور عمل میکنه، کاتالیزگر عمل میکنه، باعث سریع شدن واکنش میشه. بچه ها سریع شدن واکنش. پس من میتونم نمودار بیو به پودر روی اختصاص بدم اما در حضور توری پلاتین واکنشمون انفجاری میشه. چرا توری پلاتین انفجاری میشه؟ بچه ها به خاطر اینکه توری پلاتین مساحت سطح بیشتری برای ماده ما ایجاد میکنه تا با هم واکنش بدن و قوی ترین کاتالیزگره، پس کمترین انرژی فعال سازی رو برای ما خواهد داشت، یعنی میشه نمودار C. میگه نقش پودر روی چیه؟ کاتالیزگر. نقش جرقه چیه؟ تأمین انرژی فعال سازی. ها به شدت اینها مهمن. جرقه یا گرما انرژی فعال سازی رو چی میکنه؟ تأمین میکنه، اما کاتالیزگر کاهش میده. هر یک از نمودارهای بی و سی به کدام یک از آزمایش‌ها اختصاص داره که من مشخص کردم براتون؟ با استفاده از توری پلاتینی در آزمایش 4 آنتالپی واکنش چه تغییری میکنه؟ هیچی. چرا؟ چون دلتا اچ به کاتالیزگر یا ای ربطی ندارد. واقعا همینو باید بنویسی در پاسخنامه. 25 صدم میشه نیم نمره، نیم نمره، یک نمره. نقش جرقه،
25 صدم 1.25 صدم نقش پودر روی 25 صدم. این سوال 1.5 نمره داره، برای هر بخش هم 25 صدم در نظر میگیرن. در ادامه بچه ها دو مدل کاتالیزور خودرو معرفی میکنه، یا بنزینی یا دیزلی. بنزینی تک مرحله‌ایه، دیزلی دو مرحله‌ایه. فرقشون چیه بچه؟ تو خودروهای دیزلی چون دمای موتور بالاتره، NO میاد با اکسیژن واکنش میده توی موتور، برای ما گاز قهوه‌ای رنگ چی شد؟ گاز قهوه‌ای رنگ چی شد؟ گاز قهوه‌ای رنگ NO2 رو تولید میکنه. این گاز قهوه‌ای رنگ توسط کاتالیزورهای بنزینی جدا نمیشه. توسط چی جدا میشه؟ یک کاتالیزور دو مرحله‌ای که مرحله دوم آمونیاک هم به سیستم اضافه میشه بچه. یعنی تو کاتالیزگر خودروهای گازوئیلی یا دیزلی دو مرحله داریم. مرحله اول عین خودروهای بنزینیه، اما در مرحله دوم آمونیاک به سیستم اضافه میشه. اگر از این بر سوال بیاد غیر این دو مورد، سوال جور دیگه ای مطرح نخواهد شد بچه، شک نکنید. میگه تعیین کنید این شکل مربوط به معدل کاتالیستی در چه نوع خودروی بنزینی. چرا؟ چون تک مرحله‌ایه، چون فراورده هایی که دارن از اگزوز خارج میشن به شکل خام چی هستن بچه ها؟ CXHY، هیدروکربن های خام، کربن مونوکسید و نیتروژن مونوکسید. اینها خروجی های چی هستن بچه ها؟ اگزوز خودروهای بنزینی و تک مرحله‌ایه. معادله شیمیایی حذف هیدروکربن ها رو بنویسید. من این پایین براتون مینویسم CXHY به علاوه O2. یادتون باشه سوختن هیدروکربن های حاوی کربن هیدروژن یا هیدرات های کربن دارای کربن هیدروژن اکسیژن به این شکل نوشته میشه اگر کامل باشه. CO2 به علاوه H2 محصولشون همینه، هیچ محصول دیگه ایجاد نمیکنه اگر کامل باشه. موازنش میشه 1 X. تا اینجا کربن داریم X میذاریم، Y تا هیدروژن داریم، Y دوم میذاریم که ضرب در 2 بشه، بشه Y تا هیدروژن. بعد اکسیژن همونو میشماریم، Y دوم به علاوه 2X که اینو باید تقسیم بر 2 کنیم تا ضرب در زیروند 2 اکسیژن بشه و برای ما چی تولید کنه بچه ها؟ اکسیژن رو به اندازه سمت فراورده تأمین بکنه. میگه چرا با وجود این قطعه در گاز خروجی اگزوز خودرو توی زمستون که ماشین رو استارت میزنی تو پارکینگ بوی بد پخش میشه، یا اصطلاحاً کاتالیزور عمل نمیکنه؟ به این خاطر که کاتالیزگرها، هر کاتالیزگری در دما و شرایط بهینه خود عمل میکند، خرکی نیست که بچه ها، علکی نیست که باید به دماش برسه، تا به اون دما نرسه کاتالیزگر ما هیچ فعالیتی انجام نمیده. این هم از این سوال. تیپ بعدی بازم انرژی فعال سازی دیگه بچه، این رو هوا باید بزنید. گرماده یا گرماگیر بودن هر واکنش را مشخص کنید بچه ها. سطح انرژی واکنش دهنده کمتر از فراورده است، اینا رو به هم وصل کنید. سطح پولتون زیاد شده، یعنی پول گرفتین، گرما گرفتین، بس این گرماگیره. اینجا سطح پولت از سطح پول نهایی چیه؟ سطح پول اولیت بیشتره، فلش به سمت پایینه، یعنی واکنش گرماده و آنتالپیش منفیه. میگه کدام واکنش در شرایط یکسان سریعتر انجام میشه؟ چرا؟ هرچه انرژی فعال سازی کمتر، رسیدن به سد انرژی سریعتر. پس نمودار شماره 1 چون EAH برابر 30 کیلو ژوله سریعتر انجام می شود. چرا؟ چون انرژی فعال سازی کمتری داره. به همین سادگی این سوال هم حل شد. دقت کردین بچه ها با اون درسنامه کوتاه اول چجوری این سوال حل کردین دیگه؟ چیزی خارج از این مطرح نمیشه. یکم شکل و شمایل سوال رو پیچیده تر کنیم. میگه نمودار زیر مربوط به واکنش حذف آلاینده CO به سلامتی CO. اوکی. در غیاب مبدل کاتالیستی، یعنی هنوز این کاتالیزگر روش اعمال نشده، میگه انرژی فعال سازی و آنتالپی رو تعیین کنید. بچه‌ها از اینجا تا اینجا انرژی فعال سازی رفته،
که بهش میگیم EA، از اینجا تا اینجا هم میشه دلتا H که میشه منفی 566. چرا؟ چون واکنش گرمادهه. این واکنش گرمادهه. چرا؟ چون سطح انرژی فراورده کمتر از واکنش دهنده است. یا به عبارتی EA ما کوچکتر از EA پریمه. بچه دقت کنید، مثلا 200,000 تومان پول میگیری، 500 تومان خرج میکنی، حسابت منفی میشه یا مثبت؟ منفی میشه. بس عملا تو داری پول میدی، گرما میدی. پ، با استفاده از مبدل کاتالیسی انرژی فعال سازی و آنتالپی چه تغییری میکنه؟ انرژی فعال سازی کم میشه، اما آنتالپی بدون تغییره. بچه آنتالپی هیچ ربطی به انرژی فعال سازی و کاتالیزگر و این مسخره بازی ها نداره. یه نکته ریز دیگه بگم، ترا دیگه بخواد بپیچونه این کارو میکنه. بچه ها از شما بپرسه که انرژی فعال سازی برگشت رو بگین، یعنی EA پریم رو محاسبه کنید. باید چی کار کنید؟ بچه ها این EA پریم بود، این EA بود. میگفتم دلتا H میشود EA منهای EA پریم. تو EA پریم رو میخوای، جای EA پریم رو با دلتا H عوض کن، میشه EA پریم EA منهای دلتا H. بچه ها EA ما چقدره؟ 334. منهای دلتا H ما چقدره؟ منفی 566. منفی در منفی میشه مثبت، جمع بشن یک عدد مثبت میشه، هولوش 1000 میشه. یعنی یعنی انرژی فعال سازی واکنش برگشت چقدره؟ 1000 کیلوجوله. طبیعیه این واکنش اگر در جهت برگشت بخواد حرکت کنه، سرعت کمتری نسبت به واکنش رفت داره. و اینو بدون، کاتالیزگر هم انرژی فعال سازی واکنش رفت رو کم میکنه، هم واکنش برگشت، اگر واکنش برگشت پذیر باشه. از اینجا به بعد می‌رسیم به تعادل و اصل لوشاتلیه. اصل لوشاتلی و تعادل یک بحث به شدت جذاب و جالبه بچه، اصلا پیچیدگی نداره. دقت کنید، اولا تعادل یعنی چی؟ بچه تعادل یعنی یه واکنشی که برگشت پذیره، سرعت واکنش رفت و برگشتش با هم برابر باشه. فرض کن یه کارگری داره یه چاله ای میکنه، یه دونه بیل خاک میریزه بیرون، همزمان یه کارگر دیگه یه بیل خاک رو برمیداره میریزه تو چاله. تو از بیرون نگاه میکنی انگار کارگرها دارن هیچ کاری نمیکنن. این دیده از بیرون رو بهش میگیم دیده ماکروسکوپی، دیده بزرگ. از لحاظ ماکروسکوپی یک تعادل شیمیایی استاتیک، ثابته. اما آیا واقعا کارگرها در حال کار کردن نیستن؟ بندگان خدا، یکی داره خاک رو میریزه بیرون، یکی داره خاک رو میریزه دوباره داخل چاله. در بعد میکروسکوپی تو داری میبینی که کارگرها دارن کار میکنن. بس از همینجا نتیجه بگیر، یک تعادل شیمیایی از دیدگاه ماکروسکوپی بزرگ، استاتیک یا ثابته، ولی از دیدگاه مولکولی یا میکروسکوپی داینامیک یا پویاه. بچه ها شرط تعادل چیه؟ سرعت رفت با سرعت برگشت برابر بشه، غلظت های ما ثابت بشن. نبینم بگی غلظت ها با هم برابر بشن، غلظت ها ثابته. یعنی اگر در لحظه تعادل تو 3 مولار از A داشته باشی، 2 مولار از B داشته باشی، اگر تعادل برقرار باشه همین غلظت ها همینجوری ادامه داره، همینجوری ادامه داره. پس من نبینم دانش آموزی بگه در لحظه تعادل غلظت ها برابرن، غلطه، غلظت ها ثابت باقی میمونن. پس دو شرط مهم تعادل اینه، سرعت واکنش رفت و برگشت برابر باشه، غلظت ها ثابت باشن. بچه ها برگشت پذیرم باید باشه واکنش ما، واکنش پذیری که برگشت پذیر نباشه تعادلی به حساب نمیاد. یه نکته میگم اینجا سیوش کن، هر واکنش تعادلی برگشت پذیره، اما هر واکنش برگشت پذیری تعادلی نیست. بریم حالا یک اصل زیبا رو با هم بررسی کنیم. من ترجیح میدم اصل لوشاتلیه رو یه بار سریع درس بدم. دقت کنید بچه ها، آقای لوشاتلیه میاد چی میگه؟ میگه چند تا عامل میتونن روی تعادل تأثیر بذارن، جهت تعادل، غلظت، فشار و حجم،
و دماه. اینا نمیتونن رو ثابت تعادل تأثیر بذارن، اما دما میتونه ثابت تعادل بالا یا پایین ببره. یاد بگیریم بچه ها هر اثری که زیاد بشه واکنش تعادلی ما اون رو تعدیل میکنه، یعنی مصرفش میکنه که اثرش کمتر بشه. مثلا نگاه کنید، اگر A بده B، 2A بده 3B، هر دو اینا هم گازی باشن، اثر غلظت چجوریه؟ فرض کن این ور غلظت رو ببرم بالا، یعنی یه مقداری A اضافه کنم به سیستم خودم. خب اگر A اضافه کنم واکنش در جهت مصرف A پیش میره که چیکار بکنه؟ که B رو تولید کنه، یعنی واکنش در جهت رفت پیش میره. چرا آقا؟ چون دوباره غلظت A رو برگردونه به حالت اولیش. حالا فرض کن غلظت A رو کم کنم، بچه واکنش فقدان A میبینه، میبینه A کمه، دوباره A رو تولید میکنه. بس در کدوم جهت باید حرکت کنه؟ در جهت برگشت. این شد اثر غلظت. ثابت تعادل تغییر میکنه؟ نه بچه، اصلا ثابت تعادل فقط به دما وابسته است. فقط فشار و حجم چجوریه بچه؟ همین واکنش رو در نظر بگیرین، 2A میدهد 3B، حتما باید واکنش ما گازی باشه. یاد بگیرین اگر فشار بره بالا واکنش به سمت مولهای گازی کمتر حرکت میکنه. الان مولای گازی کمتر کدوم سمتن؟ بچه سمت واکنش دهنده است دیگه. این ور 2 مول گاز داریم، این ور 3 مول گاز داریم، بر اساس ضریب واکنش موازنه شده شون عمل میکنی. بس اگر فشار زیاد کنی اون مولای گازی بیشتر با هم برخورد میکنن و بیشتر با هم واکنش میدن و بر میگردن تا اثر فشار تعدیل بشه. من یه تکنیکی به بچه ها میدم، میگم بچه ها کنار مول گازی بیشتر یه پی بنویسین، بعد بگین اگر پی بره بالا واکنش در جهت عکس پیش میره، اگر پی بیاد پایین واکنش در جهت رفت پیش میره. چرا؟ زمانی که فشار کم میشه طبق اصل لوشاتلیه واکنش به سمت تولید مول گازی بیشتر میره. چرا بچه ها؟ چون دوباره مول گازی بیشتر فشار بیشتری ایجاد میکنه، برخورد بیشتری ایجاد میکنه و فشار به حالت اولیه برمیگرده. فشار به حالت اولیه برمیگرده. آقا حجم این وسط چیکار است بچه ها؟ حجم عکس فشاره. یعنی من اگه جای شما باشم اول میام میگم حجم زیاد بشه فشار کم میشه، بعد میام بررسی میکنم. یعنی مثلا اگر اینجا حجم زیاد بشه چون فشار کم میشه واکنش در جهت تعداد مولهای گازی بیشتر حرکت میکنه. اما اثر دما توی اصل لوشاتلی چه شکلیه بچه؟ دوتا حالت داره، یا واکنش گرماگیره یا واکنش گرماده. بچه تو واکنش گرماگیر گرما رو یا کیو رو در سمت واکنش دهنده می نویسن، در واکنش های گرماده گرما رو یا کیو رو در سمت فراورده می نویسن. خب اینجا ثابت تعادل هم تغییر میکنه، حواست باشه. ثابت تعادل عبارت کا، اگر این 2 باشه این 3 باشه، این 2 باشه این 3 باشه، میشود غلظت تعادلی گونه B به توان ضریب استکیومتریش بر روی غلظت تعادلی واکنش دهنده به توان ضریب استکیومتریش. بچه ها اگر ما دما رو اینجا ببریم بالا، خیلی مهمه، قطعا از این سوال داریم، دما رو ببریم بالا گرما میره بالا. خب گرما مصرف میشه، واکنش در جهت رفت حرکت میکنه، واکنش در جهت رفت حرکت میکنه، بس کا میره بالا. یادتون باشه ثابت تعادل میزان پیشرفت واکنش در جهت رفت رو به شما نشون میده. اگر دما رو بیاری پایین، کیو میاد پایین، واکنش میگه وای من گرمام کم شده، در جهت عکس واکنش پیشرفت میکنه. در جهت عکس پیشرفت کنه بچه غلظت A بیشتر میشه، چون غلظت A بیشتر میشه مخرج این کس بزرگتر میشه و ثابت تعادل کوچکتر میشه. در مورد حالت گرماده هم یه همچین استدلالی میکنید، دما بره بالا بچه ها گرما میره بالا. گرما کجاست؟ اینجاست.
وقتی گرما بره بالا باید مصرف بشه، یعنی باید در جهت عکس حرکت کنه. در جهت عکس حرکت کنه، واکنش در جهت عکس حرکت کنه، ثابت تعادل چی میشه؟ کوچیک میشه. پس اثر افزایش دما روی واکنش های گرماده وارونه. و اگه دما رو بیاری پایین، گرما کم میشه و ثابت تعادل شما افزایش پیدا میکنه. دو تا نمودار براش میدم که میتونی تو ذهنت بسپری. این نمودار کا بر حسب تیه. نگاه کنید بچه ها، این میشه نمودار مربوط به گرماگیر که میبینی هرچی دما بره بالا ثابت تعادل میره بالاتر. این میشه نمودار گرماده که هر چقدر گرما دما بیشتر میشه، گرما بیشتر میشه، ثابت تعادل کمتر میشه. تو میتونی از اینجا بفهمی اگر دیدی در جدولی با افزایش دما ثابت تعادل کوچیک شد، بدون اون واکنش گرماده. بس یکی از شیوه‌های تشخیص گرماده یا گرماگیر بودن واکنش همینه. بچه بریم بررسی کنیم. دو تا واکنش داریم، یه واکنش گرماده، پول از جیبت رفته، حسابت منفی شده، سطح انرژی کمتر شده، گرما دادی. یه واکنش هم گرماگیره، دلتا اچش مثبته. میگه با کاهش دما مقدار فراورده واکنش یک چه تغییری میکنه؟ بچه کیو رو کجا باید بنویسیم؟ اینجا توی گرماده، سمت فراورده. وقتی دما رو کاهش بدیم بچه چه اتفاقی میفته؟ با کاهش دما ثابت تعادل زیاد میشه، یعنی واکنش در جهت رفع حرکت میکنه، بس مقدار فراورده افزوده میشه. چرا؟ چون تو داری دما رو کم میکنی، واکنش در جهت رفع حرکت میکنه. بس هر چقدر دما رو کم کنیم، واکنش در جهت رفع حرکت میکنه و آمونیاک رو برای ما بیشتر تولید میکنه. با افزایش دما تو واکنش دو چه اتفاقی میفته؟ بچه تی رو ببری بالا، کیو میره بالا. چون واکنش گرما گیره، گرما رو میگیره و در جهت رفع حرکت میکنه. خب ثابت تعادلت زیاد میشه، بس غلظت فراوردت زیاد میشه، کای تو هم زیاد میشه. حواست باشه. پی چی میگه؟ میگه در دمای ثابت افزایش فشار سامانه تعادلی دو سامانه رو به کدوم جهت جابجا میکنه؟ بچه زمانی که فشار رو افزایش میدیم، واکنش به سمت مولهای گازی کمتر میره، طبق اصل لوشاتلیه. همیشه توی جوابات یه اصل لوشاتلیه بنداز، جواب میده همیشه. بچه ها الان اینجا سمت فراورده چند مول گاز داریم؟ 3 مول. سمت واکنش دهنده چند مول گاز داریم؟ 2 مول. چون فشار داره میره بالا، بس واکنش باید به سمت مول گازی کمتر که واکنش برگشته حرکت کنه. اینم از این. بریم سوال بعدی. میگه با توجه به شکل که در آن واکنش تعادلی که توی سیلندر انجام شده، به سوال جواب بدیم. این واکنش بچه ها، سمت واکنش دهنده 4 مول گاز داریم، سمت فراورده 2 مول داریم. یعنی اگه بخوای فشار رو تو ذهنت یه جا قرار بدی، سمت واکنش دهنده باید قرار بدی، کنار مول گازی بیشتر. بچه ها اولین چیزی که میبینید حجم اینجا چی شده؟ زیاد شده. حجم که زیاد بشه فشار چی میشه؟ کم میشه. الف چی میگه؟ میگه اگر در سامان پیستون به سمت بیرون کشیده شود، واکنش تعادلی به کدام جهت جابجا میشود؟ بچه ها پیستون به سمت بیرون بره، حجم اضافی میشه، فشار کم میشه. چون فشار کم میشه، طبق اصل لوشاتلیه، لوشاتلیه هم میگن، نگین الان مثلا این اکسنتش خوب نبود، لوشاتلیه، باید واکنش به سمت مولهای گازی بیشتر بره. چرا؟ چون فشار کم شده. بچه ها مولهای گازی بیشتر یعنی کدوم سمت؟ یعنی سمت واکنش دهنده، یعنی واکنش باید در جهت برگشت پیشرفت کنه، یعنی این شکلی پیشرفت کنه تا دوباره تعادل رو برقرار کنه. حواست باشه. میگه با این تغییر شمار مولکولای ABC چه تغییری میکنه؟ بچه ها وقتی واکنش به این جهت حرکت کنه در جهت برگشت، از شمار مولکولای ABC چی میشه؟ کم میشه.
چیز عجیب و غریبی نداریم که. بریم سراغ این سوال. دقت کنید بچه‌ها، میگه با توجه به واکنش PCL5 میده PCL3 به علاوه CL2 تو دمای 200 درجه دما ثابته، پاسخ بدین. غلظت تعادلی هم بهتون داده. میگه مقدار ثابت تعادل، بچه ها توضیح دادم ثابت تعادل فقط به دما وابسته است و میشه غلظت تعادلی فراوردا به توان ضریبه استکیومتریشون. موازنه باید حتما بکنی بر روی غلظت تعادلی واکنش دهنده به توان ضریبه استکیومتریشون. اگه بهت مول داد حواست باشه، معمولا میتونن مول بدن و حجم ظرف هم بدن. تو مول رو تقسیم بره حجم ظرف میکنی تا به مولار برسی، تا به غلظت برسی. الان این میشه غلظت CL2 به توان 1، غلظت PCL3 به توان 1 بر روی غلظت PCL5. کافیه جاگذاری کنی غلظت ها رو. کا میشه CL2 2 در 10 به توان منفی 6، PCL3 1 در 10 به توان منفی 4، PCL5 4 در 10 به توان منفی 2. بچه این با این میشه 1/2، 10 به توان منفی 2 با این میشه 10 به توان منفی 4، میشه نیم در 10 به توان منفی 8 یا 5 در 10 به توان منفی 9. اما یکاش چی میشه بچه؟ یکای ثابت تعادل چی میشه؟ این مگه واحدش مول بر لیتر نیست؟ به توان 1 میرسه. دقت کنید این توان بالای غلظت رو واحدش هم تأثیر میذاره. این هم میشه مول بر روی لیتر به توان 1 بر روی مول بر روی لیتر باز هم به توان 1. این توان 1 با این توان 1 ساده میشه، یکای نهاییمون میشه مولار یا مول بر روی لیتر با خارج کردن مقداری از گاز کلور. کلور رو خارج میکنیم، یعنی غلظت کلور در سمت فراورده کم میشه، واکنش در جهت رفت حرکت میکنه. تعادل به چه جهتی حرکت میکنه؟ به جهت رفت یا تولید فراورده. چرا؟ چون طبق اصل لوشاتلیه باید آثار کاهش غلظت CL2 جبران شود. به همین خاطر واکنش دهنده ها بیشتر و با سرعت بیشتر به سمت فراورد، به سمت تولید فراوردها میرن و تعادل جدید رو برقرار میکنن. ولی بچه ها یادتون باشه غلظت هیچ ربطی به تغییر ثابت تعادل نداره. میگه با افزایش فشار پیش بینی کنید تعادل در کدام سمت جابجا میشه. افزایش فشار یعنی تعادل به سمت مول گازی بیشتر میره. طبق کدوم است؟ اصل لوشاتلی. بچه ها مول گازی بیشتر به سمت فراورده است. ببخشید با کاهش فشار به سمت مول گازی کمتر میره. من اینو اشتباه نوشتم. به سمت مول گازی کمتر میره. مول گازی کمتر کجا؟ سمت واکنش دهنده. بس واکنش در جهت برگشت پیشرفت میکنه، در جهت تولید PCL5 پیشرفت میکنه. هر دو رو بنویسی مورد پذیرش. خب این نمودار داریم بچه. با توجه به نمودار زیر که درصد مولی ABC رو برای سامانه تعادلی نشون میده، شما توضیح بدیم بچه. اولین چیزی که نظر منو جلب میکنه با افزایش دما ثابت تعادل درصد مولی داره کم میشه، یعنی با افزایش دما عملا ثابت تعادل هم داره کم میشه. آقا از کجا اینو میگین؟ هم از دیتات میتونی اینو بفهمی که کایک تو میشه اینجا 500 درجه مثلا، کادو تو مثلا میشه 400 درجه، کاسه تو میشه 200 درجه. هرچی دما داره میره بالاتر، دما داره میره بالاتر، درصد مولی یا میزان پیشرفت واکنش داره میاد پایین. چرا؟ چون درصد مولی ABC داره کاهش پیدا میکنه. مگه ABC فراورده نیست؟ مگه ثابت تعادل بیانی از پیشرفت واکنش نیست؟ خب خیلی واضحه. بس واکنش ما یک واکنش گرمادهه. این ویژگی که دیدین یعنی با افزایش دما ثابت تعادل کم شد، یعنی واکنش گرمادهه. دیگه با افزایش دما درصد مولی ABC چی میشه؟ کم میشه. چرا؟ چون واکنش یک واکنش گرمادهه و با افزایش دما واکنش در جهت مصرف گرما و به سمت تولید واکنش دهنده ها بر میگرده. بس از مقدار فراورده یعنی ABC کاسته میشه.
این واکنش گرماده. چرا؟ چون با افزایش دما درصد مولی فراورده یا همان کاهش یافته است. آخرین سوالم این بود که اگر دمای 200، 400 و 500 درجه داشته باشین میتونید به کدوم یکی از این ثابت تعادل ها نسبت بدین. سوال بعدی سوال محاسباتیه. میگه 400 گرم سدیم هیدروژن کربنات داریم. اول استارت واکنش، این سوالا رو بعد اینجوری حل کنی. استارت توی ظرف 10 لیتری قرار میدیم، دما 300 درجه، میذاریم به تعادل برسه. میگه تایه داستان چند گرم اناهای سه باقی میمونه. بچه ها شما یک جدولی طراحی میکنید، میگین مقدار اولیه بر حسب مول، مقدار تغییرات بر حسب ضریب استکیومتری بر روی ببخشید تایش میشه مقدار نهایی، که مقدار نهایی تو میشه مول اولیت به علاوه میزان تغییراتت. کار خیلی واضحه دیگه. 5 تومن پول داری، 2 تومن مصرف کنی، تایش چقدر داری؟ 3 تومن. بچه دقت کنید، فقط این نکته ریز بگم، ما تو عبارت ثابت تعادل حق نداریم گونه هایی که جامد خالص هستن، یعنی با نماد S توی واکنش ها میبینیم و مایه خالص هستن رو اصلا بنویسیم. ما حق نداریم در عبارت ثابت تعادل موادی که مایه خالص و جامد خالص هستن، یعنی با S و L نمایش داده میشن، اصلا بنویسیم. یعنی این دوتا توی عبارت ثابت تعادل نمیان اما در انجام واکنش نقش دارن. بچه ها حواستون جمع باشه. من اولین کاری که میکنم میام این 400 رو تقسیم بر جرم مولی این میکنم که این میشه 23 به علاوه 1 میشه 24 به علاوه 12 به علاوه میشه 60. جرم مولی این 84. بچه 400 تقسیم بر 84 میشه 5 که نمیشه 4، 4 4 تا 16 تا 4 8 32 تا میشه 33 تا میشه 64 تا باقی میمونه. یه 640 دوباره میذاری، یه ممیز اینجا میزنی، میشه 4 رو خب الان 5 4 تا میشه 20 تا، 5 8 تا هم میشه 40 تا، میشه 42. 6 بگیریم، 6 4 تا 24 تا، 6 8 تا هم 48 تا. من اصلا دارم اعداد پرت رو دارم میذارم بچه دقت کنید. 7 بهش میخوره، 7 یا 8 بهش میخوره. 7 4 تا 28 تا، 7 8 تا 56 تا، با 2 میشه 58 تا، احتمالاً 8 بهش میخوره. دیگه آخرش واقعا ذهن کار نمیکنه بچه. 8 4 تا میشه 32 تا، 8 8 تا هم 64 تا. تقریبا اغماز کنیم همین 4 8 هم بگیریم به تقریب. الان شما ماشین حساب دارین دقیقش میشه 4.75 صدم که الان دارم فکر میکنم. 4.75 صدم. خب این 4.75 صدم میشه مول اولیم. اوکی 4.75 صدم. خب بچه استارت واکنش هیچی از اینا نخواهیم داشت، صفر مول، چون هنوز واکنش اصلا شروع نشده که اینا رو تولید کنه، واکنش هنوز تجزیه نشده. اگر بخواد از این مولی کم بشه متناسب با ضریب استکیومتریش کم میشه، یعنی منهای 2x ازش کم میشه. آقا چرا منهای 2x؟ x مقدار فرضیه که داره کم میشه، اما چرا منها؟ چون واکنش دهنده است و واکنش داره به این سمت حرکت میکنه. این ضریبش یکه که 1x ازش تولید میشه، ضریبش یکه که 1x ازش تولید میشه، ضریبش یکه که 1x ازش تولید میشه. بچه ها ما هدفمون اینه به غلظت های تعادلی برسیم. خب در انتها این میشه 4.75 صدم منهای 2x، این میشه مقدارش x، این میشه مقدارش x، این هم میشه مقدارش x. اینا چی هن؟ اینا مول های نهایی ما هستن. سوال از ما چی پرسیده؟ تو تعادل ما چند گرم تو ظرفمون باقی میمونه؟ بچه این همون مقدار باقی مونده است. ما یه مشکلی داریم برای محاسبه مقدار باقی مونده، ما نیاز به x داریم اما x رو
نداریم، باید بریم ایکس رو پیدا کنیم. بچه ها وقتی کار رو به ما میده، ما میتونیم بنویسیم کا مساویه غلظت H2O به توان یک ضرب در غلظت CO2. آقا چرا Na2CO3 و Na2CO3 رو ننوشتین؟ بچه ها یه سوال دارم، مگه همین بالا نگفتم S و L رو اصلا تو تعادل شما وارد نمی کنید؟ گفتم یا نگفتم؟ وارد نکن. از طرف دیگه من اینجا مول دارم، درسته؟ اما من گفتم تو عبارت ثابت تعادل باید مولار رو وارد کنم. هر وقت مول داشتی کافیه اونو تقسیم بر حجمش کنی. یعنی میتونی بنویسی x دهم بر روی x دهم مساویه چه عددیه؟ 400. 4 در 10 به توان منفی 2 میشه 400 دیگه. بچه قبول دارین حرفمو؟ خب این 10 ضرب در این 10 با این 100 ساده میشه، میشه x2 مساویه 4. x همون میشه بچه ها 2 مول، 2 مولار. x همون اومد 2 مولار. آقا چرا 2 مولار؟ بچه x همون میاد 2 مول، 2 مولار نمیاد، چون من اینجا اومدم مول جا گذاری کردم. x همون میاد 2 مول، یعنی مقدار مصرفی ما به ازای یه واحد میشه 2 مول. یعنی الان مقدار نهایی H2 میشه 2 مول، مقدار نهایی CO2 میشه 2 مول، مقدار نهایی Na2CO3 میشه 2 مول، و اما مقدار نهایی Na2CO3 میشه 4.75 منهای 2x. xمون چند بود بچه ها؟ 2. 2 دو تا 4 تا 4.75 منهای 4 میشه 0.75 مول. یعنی مقدار باقی مانده Na2CO3 0.75 مول بود که همون 3/4 مول میشه دیگه. غیر اینه مگه؟ حالا ما کافیه برای محاسبه جرم Na2CO3 این عدد رو ضرب در جرم مولیش کنیم. چرا؟ چون سوال میپرسه جرم باقی مانده. خب این مول باقی مونده بود، ضرب در جرم مولی Na2CO3 بشه میشه جرم باقی مانده، که بچه 84 به 4 میشه 21، 3 تا 21 میشه 63 گرم. یعنی از 400 گرم اولیه 63 گرم در ظرف بدون اینکه واکنش بده در لحظه تعادل باقی میمونه. سوال قشنگی بود، سوالی بود که توی امتحان نهایی ممکنه مطرح بشه. من فرض رو این میگیرم ما یک امتحان نهایی سخت داریم، در امتحان نهایی سخت همچین سوالی قطعا مطرح خواهد شد. این برای بچه که میخوان 20 بگیرن، اگر ذهنتو درگیر نمیخوای بکنی این سوالو میتونی بعدا اسکیپ بزنی. بخش آخر خب بچه ها چند لحظه صبر کنیم، ما اینجا یه تغییر تحولی بدیم. ادامه بدیم. بخش آخر شیمیالی و پلیمر هاست. همین تیپ سوال فقط داریم ازش، زیاد پیچیدهش نکنید. بچه این پلیمری که شما میبینید اسمش پلی اتیلن ترفتالاته، بهش پت هم میگن. هر وقت دیدین سی او او دارین میتونید بگین شما پلی استر دارین. پرسید چرا پلی استر دارین؟ به خاطر اینکه در ساختار اون COO همینو بنویسین به شکل متناوب داره تکرار میشه، بهش میگیم پلی استر. پس جواب شد این پلی استر. در ساخت بطری‌های آب معدنی این پت کاربرد داره، اسم دیگه‌اش پت. از چی ساخته میشه بچه‌ها؟ از دو جز ساخته میشه. شما هر وقت میخواین یک پلی استر رو بشکنید، بچه‌های کنکوری خوب توجه کنن، از CO اوی یگانه میشکنی به سمت باقی مونده کربونیلی، یعنی اینی که سی اوی دوگانه داره، او اچ اضافه میکنی. این که باقی مون، درسته؟ به این دو سمت او اچ اضافه میکنی. به این مخشی اضافه میکنید بچه ها سی هاش دو، سی هاش دو، او و او. بچه ها این بخشی که باقی موندن بهش اچ اضافه میکنید. یعنی خلاصه بخوام بگم توی زمانی که اینو میشکنی دو سمت هر دو بخش شکسته باید OH باشه.
که این ور کلن او اچو نداریم، این ور از او اچ فقط اچو نداریم. بچه اسم این میشه اتیلن دی گلیکول که یک ضد یخ و یک الکل دامل است که به هر نسبتی در آب حل میشه. اینم ترفتالیک اسیده که یک اسید عالیه. ترفتالیک اسیده بچه ها. خب یه نکته ای وجود داره بچه، اینا تو نفت خام وجود ندارن. چی کار میکنن؟ اینو از اتن تولید میکنن، اینو از پارازایلن. اسمش رو یاد بگیر، پارازایلن. روبروی هم دوتا متیل دارن بچه ها. به این KMNO4 غلیظ میزنن و گرما میدن تا به این تبدیل بشه. به این KMNO4 رقیق میزنن و گرما میدن. بچه ها این واکنش، این واکنش و این واکنش، واکنش های اکسایش کاهشن. حواستون بهشون باشه. بس اینا تو نفت خام هستن، اینا تو نفت خام نیستن. برای اینکه بخوایم اینو تولید کنیم مجبوریم اینا رو بیایم اکسایش بدیم. یادتون باشه KMNO4 عامل اکسنده است، یعنی باعث اکسایش این پایینی میشه و اینجا هم عامل اکسنده است. حالا بچه ها چرا اینجا از KMNO4 غلیظ و گرما استفاده میکنیم؟ چون انرژی فعال سازی این واکنش به شدت بالاست. هر وقت انرژی فعال سازی دیدیم بالای علاوه بر یک اکسنده، میتونید از گرما هم استفاده بکنید. پس این شده جنبندی دیگه از این بخش. دوباره همین تیپ سوال داریم. با توجه به ترکیبات مقابل پرسش ها پاسخ دهید کدام یک از این ترکیبات مونومرهای سازنده پلی اتیلن ترفتالاتن. یکی این بود ترفتالیک اسید، یکی این بود اتیلن گلیکول. فقط باید مشخص کنید، یعنی 1 و 5 کدام ترکیبا را میتوان از تقطیر نفت خام به دست آورد؟ 2 و 4 پارازایلن و اتن. کدام ترکیب به عنوان افشانه بیز کننده استفاده میشه؟ کلورو اتان، که بچه ها میدونید از واکنش اتن با های سی ال داره تولید میشه. اتن رو برمیداریم بهش های سی ال میزنیم و ایشون تولید میشه. خب بریم سراغ یه جای خالی در مورد انواع واکنش های پلیمری. بچه من فقط یک بخشی رو اینجا نیاوردم، تای تای کتابتون صفحه آخر روش های مختلف تولید متانول هم داریم. شما یه نگاهی فقط به اون بندازید، چون تا به حال توی امتحان های سوال مطرح نشده. من تیپ سوالش رو نیاوردم براتون، ولی حس میکنم پتانسیل صحیح غلط تر کردن یا علت درستی نادرستی رو داره. بریم این واکنش ها رو بنویسیم. بچه پلیمری شدن اتن پیوند دوگانه بین کربن کربن میشکنه، یه ان اینجا میاد، هیدروژن ها رو اینجا میکشید و حالتش میشه جامد. اگر های سی ال بزنی کلوروئتان تشکیل میشه که افشانه بیز کننده است. بچه ما اگر بیایم به اتن آب بزنیم اتانول تولید میشه. خب اگر اتانول رو برداریم با استیک اسید ترکیب کنیم، با استیک اسید ترکیب کنیم، یک ترکیبی تولید میشه به نام وینیل استات که این حلال چسبه. چون این تو کتاب اومده میتونه به عنوان سوال مطرح بشه. و اگر به اتن گاز هیدروژن بزنید، اتن به اتان تبدیل میشه، C-H3 میشه C2H6. این واکنش های هپسی فصل 4 بودش. دیگه رسیدیم به اون بخش صحیح غلط. ما اینجا فصل 4 مونم تموم شد، دیگه داریم فقط دوره میکنیم. برای هر یک از عبارات زیر دلیل بنویسید. سیلیسیوم کاربید در تهیه سنباده، این غلطه، این باید آیه کوچیک باشه، به کار میره. چون یک جامد کووالانسی سخت است و می تواند به عنوان ساینده استفاده شود. در ضمن ارزان هم هست با کاهش حجم سامانه تعادلی. یعنی چی کار کنیم؟ فشار رو ببریم بالا و از تعادل به سمت مولهای
گازی کمتر باید جابجا بشن. خب مول گازی کمتر یعنی چی؟ سمت فراورده. میگه با کاهش حجم سامانه تعادلی در دمای ثابت مقدار فراورده افزایش پیدا میکنه. اینجوری باید بنویسی جوابشو، چون با افزایش با کاهش حجم فشار افزایش پیدا میکنه و طبق اصل شاتلیه کاهش اثر فشار با حرکت تعادل به سمت مولهای گازی کمتره، که مول گازی کمتر همون فراورده ماست. پس فراورده ما با کاهش حجم یا حجم سامانه تعادلی بیشتر تولید میشه، اما ثابت تعادل همچنان ثابت باقی میمونه، چون ثابت تعادل فقط به دما وابسته است. بچه اینا رو سریع بپکنیم بره پی کارش. هم از فصل یک داریم، هم دو، هم سه، هم چهار. دقت کنید یک و دو رو من حتی حفظیاش رو تو بخش شب امتحان فصل یک و دو گفتم، حتما برید ببینید. بچه ها 11 الی 13 نمره فقط از فصل یک و دو میاد، حواستون باشه. خب ذره های موجود در محلول درشت‌تر از کلویدن. غلط بچه ها، ریزترن. توی محلول ما یون یا مولکول داشتیم، توی کلوید توده های یون یا مولکول داشتیم. از طیف سنجی فروسرخ یعنی آی آر برای شناسایی آلاینده های مانند کربن مونوکسید و اکسیدهای نیتروژن استفاده میشه. این کاملا درسته، تو کتاب درسیتون اومده. تو واکنش فلان یون اس ان دوباره مثبت چه نقشی داره؟ بچه ها اس ان از دوباره مثبت شده صفر، یعنی اس ان کاهش پیدا کرده. گونه ای که کاهش پیدا میکنه یعنی ایشون نقش اکسنده رو داره. این میگه کاهنده، غلطه، به جای کاهنده بنویس اکسنده. عدد اکسایش کربن بچه این کلروفرم CH3CL3. همونطور که میبینید زیروند کلور اینجا چیه بچه ها؟ فرده، چون فرده ترکیب اون قطبیه. دقت کنید برای اینکه عدد اکسایش حساب کنید، میایین میگین خب این دو تا الکترون داره، این دو تا داره، این هم دو تا داره، این هم دو تا داره. بچه ها نافلزی بودن کلور بیشتره، بس الکترون ها رو به سمت خودش میکشه. بس ما همه الکترون ها رو نسبت میدیم به کلور، اما کربن زورش از هیدروژن بیشتره، طبق اون سری نافلزی که من تو ابتدای بحث جامعت های کووالانسی گفتم. حالا عدد اکسایش واسه ترکیب عالی چجوری به دست میاد؟ میشه الکترون های ظرفیت منهای الکترون های نسبت داده شده. بچه ها این فرمول هم باید بنویسین. الان الکترون ظرفیت کربن چنده؟ چهاره. کربن گروه 14ه، باید حفظ باشی اینو. 4 الکترون توی ظرفیتش داره. الان بچه ها دور و بر کربن چند تا الکترون میبینید؟ 2 تا. 4 منهای 2 میشود مثبت 2. البته این روش تستیش نیست، روش تشریحیشه، پس این غلط نوشته، مثبت 3، باید مثبت 2 مینوشت. بچه دلم نمیاد اینو نگم، این عدد اکسایش هم بهتون بگم. این تیکه ما توی این فرایند عدد اکسایشمون از منفی 3 اینجا میرسه به مثبت 3، اینجا از منفی 2 میرسه به منفی 1. کربن ما اینجا منفی 1، اینجا منفی 2، اینجا منفی 2، منفی 1، اینجا منفی 2. این کربنمون منفی 3، این کربنمون مثبت 3. این هم اگر حفظ باشین ضرر نمی کنید. میگه درستی یا نادرستی رو بنویسین و شکل صحیحی هم بنویسین. کوارتز از جمله نمونه های خالص سیلیسه. میگه ناخالص، غلطه، و به جای ناخالص بنویس خالص. جسمی که آبکاری میشه به قطب مثبت باتری اتصال داره، غلطه، منفی بچه، چون سلول آبکاری یک سلول الکترولیتیه. در سلول الکترولیتی کاتود به قطب منفی وصل میشه و ما قاشقمون یا اون جسم آبکاری رو باید به کاتود وصل کنیم، چون قراره فلز رو سطح قاشق یا حالا جسم آبکاری ما کاهش پیدا کنه که بشینه رو سطح. گروه های عاملی مختلف گستره معین و منحصر به فردی از پرتوهای فروسرخ را جذب می کنن. کاملا درسته. در شرایط یکسان دما و غلظت هرچه ثابت یونش، میگه غلظت ثابت باشه، کای آب بیشتر باشه، پی اچ ما
کمتر میشه دیگه بچه ها، هرچه ثابت یونش یعنی کای آ بیشتر باشه، اسیدمون اچ مثبت بیشتری داره، بس اسیدی تره، بس پی اچ های پایین تری باید بگیره، یعنی پی اچ کاهش پیدا میکنه، این میگه افزایش، از پی اچ اسید کمتر میشه. دلیل هر یک از عبارت های زیر را بنویسید. اسید چرب نمیتواند به خوبی در آب حل شوند. بچه ها اسید چرب کربنشون که بخش ناقطبیشونه به بخش قطبیشون غلبه میکنه، بس ترکیب در کل ناقطبیه و ترکیب ناقطبی در ترکیبی قطبی عین آب نمیتونه حل بشه، تموم شد. انرژی فعالسازی واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید زیاده، چون علاوه بر استفاده از اکسنده نیاز به دادن گرما هم به سیستم داریم، تموم شد. شبکه بلور فلزها بر اثر ضربه چکش نمیشکند، چون فلزها از یونهای مثبت با دریایی از الکترون ساخته شدن، در اثر ضربه الکترون ها باعث سرخوردن کاتیون ها روی هم میشن و باعث چکش خاری شبکه بلوری فلز میشن. ترکیبات یونی فقط در حالت مذاب و محلول رسانه الکتریکی دارن، چون ترکیبات یونی در حالت جامد تحرک ندارن. یونهای سازنده ترکیبات یونی در حالت جامد تحرک ندارن و نمیتوانند عامل انتقال بار الکتریکی باشن، اما در حالت مایع یا مذاب چون یونها تحرک بیشتری دارند، توانایی انتقال بار الکتریکی رو راحت تر دارن. به همین سادگی این حل و فصل میشه. با استفاده از واژه های درون کادر عبارت زیر رو تکمیل کنید. نگاه کن دونه دونه رو برات آوردم، تیپ های مختلف از آلیاژ نیتینول، نیکل و تیتانیوم. بچه ها نیکل و تیتانیوم که آلیاژ هوشمنده و تیتانیوم از فولاد همجرم خودش سبکتر و چگالی کمتری داره. ادامهش هم که میدونید، نوعی سل گالوانی که شیمیدان ها برای گذر از تنگنای تامین انرژی پیشنهاد میکنن، سلول سوختیه. این سلول سوختی بچه یه موزلی داره. اولا فرایند تولیدش منجر به بخار آب میشه و بعد انرژی ذخیره نمیکنه، فقط تولید میکنه. قدرت پاککنندگی صابون به عوامل گوناگونی مانند نوع پارچه، مقدار صابون، نوع آب و دمای آب بستگی دارد. برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک به آن آهک میافزاین، که دیگه خودتون برید با بالا چکش کنید دیگه، قطعا درسته. بریم سراغ یه دونه دیگه از این موارد پر کردنی. کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با کاهش انرژی فعالسازی سرعت واکنش را افزایش میدهد. در فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوی خورشیدی، شاره‌ای بسیار داغ که باعث تولید بخار داغ می‌شود را شاره یونی می‌گویند. چرا؟ چون بیشتر از جامدهای یونی استفاده می‌کنیم. بر اثر ضربه چکش شبکه بلوری جامد جا خالی در هم فرو ریخته و می‌شکند. بچه‌ها بین جامد فلزی و جامد یونی، یون‌ها بودن که بار ناهمنامشون کنار هم می‌افتاد و می‌شکست. بس ما اینجا باید جامد یونی بنویسیم. فراورده نهایی در سلول‌های سوختی چیه بچه ها؟ بخار آبه و در این سلول توانای ذخیره انرژی وجود نداره. بچه ها بریم آخرین بحثمون، ذره های سازنده مخلوط های سوسپانسیون. بچه ها ذره های ریز ماده بودن. یکی از مونومرهای سازنده پلی اتیلن ترفتالات اتیلن گلیکول یا ترفتالیک اسیده که فقط اینجا اتیلن گلیکول رو داریم. بازها با ثابت یونش کوچک، الکترولیت ضعیف. بچه ها کلن ثابت یونش کمتر یعنی الکترولیت ضعیفتر. هنگام جراحی از فلز پلاتین استفاده میکنن. چرا؟ چون واکنش پذیری کمی داره با بدن. در شبکه بلوری جامدهای فلزی الکترون‌های ظرفیت دریای الکترون رو می‌سازن. سست‌ترین الکترون‌ها هم الکترون‌های لایه ظرفیتن. ترکیب‌هایی که در دما و فشار اتاق بالد مایع هستن جزء ترکیب‌های مولکولی هستن. بچه یکی از ویژگی‌های ترکیب‌های مولکولی اینه که بیشترشون در فشار و دمای اتاق
به حالت مایه هستن. بچه امیدوارم که از این پکیج یا ابر پکیج شب امتحان لذت برده باشین. دقت کنید بچه، من تاکید نمی کنم دیگه، فقط گذرا میگم و رد میشم. صحبتام تموم نشده، اجازه بدین تا دقایقی دیگه صحبت ها رو خاتمه میدم و شما رو راهی میکنم برای امتحان نهاییتون. شماره که بالا نوشتیم، راه دسترسی به پشتیبان هاست تو واتساپ. میتونید ارتباط بگیریم با پشتیبان های مجموعه کلاسیتی، ازشون سوالتون رو بپرسین، چه در مورد پکیج های بقیه درس ها، چون فقط این درس پکیج نداره، سایر دروس هم پکیج داره و اونها با همین کیفیت، با همین کمیت و بی نظیر آماده شدن. فقط دروس اختصاصی هستن بچه، فقط دقت کنید این موضوع رو. و اون اتفاق مهمه، فیدبک تو، نظر تو بعد از امتحان نهایی، چه مثبت چه منفی، که میدونم قطعاً فیدبکت مثبته، چون سالیان سال این فیدبک رو دارم از بچه ها میگیرم. بگو چقدر شبیه بود چیزهایی که حتی تو امتحان نهایی نیومده بود ولی من گفتم. تمام اون چیزی که بلد بودم برای اینکه بتونم در 2 ساعت و خورده ای 2 فصل 12 رو برات جمع کنم، یا به عبارتی در کمتر از 5.5 ساعت کل سال 12 رو جمع کنم، بهت ارائه دادم. خودتون میدونید شیمی درسیه که اگر 30 ساعت هم بخوام براش الان کلاس شب امتحان بذارم بازم کمه، ولی هنر اینه که دقیقا بزنی رو خال. با همه قدرت پیشبینی دوست دارم که دعوتتون کنم به همایش پیشبینیم که در هفته منتهی به کنکور، اگر شما نکنم 4 و 5 تیر برگزار میشه به شکل آنلاین و حضوری. حالا بچه‌هایی که تو استان گیلان هستن میتونن بیان و حضوری تو کلاس شرکت کنن، بقیه بچه‌ها آنلاین با قابلیت ضبط آفلاین، یعنی تا روز کنکور که 2-3 روز مونده بازم میتونن این کلیپ رو ببینن اگر جای اشکال باشه، با یک جزوه اختصاصی و سوالات گلچین شده. اون چیزی که حس میکنم توی کنکور شما میاد. سال پیش یک سوال، نمیگم همه سوالات، یک سوال از بین تمام سوالات در کنکور ریاضی عین جزوه پیش بینی بود. نگاه کن، تطبیق 100% بدون تغییر اعداد. برو تو هایلایت ها تو بخش تطبیق ببین 100% یعنی CU 64 و BR 80 عینش اومده داخلش. با بقیه تطبیقا کار ندارم، یک تطبیق بی‌نظیر بوده و کل جزوه پیشبینی بالای 80-90% تطبیق داشته با کنکور سراسری. فکر کنم فقط 1 یا 2 سوال بوده که توی محفظ اسید و باز بوده که نتونسته بودم من توی پیشبینی مشابهش رو برای بچه ها بررسی کنم، که البته محتوایی از لحاظ فرمول اون رو هم بررسی کردیم، این چیزی باقی نموند. این همایش با یک قیمت بی‌نظیر نسبت به همایش‌های مشابه حتی با کیفیت کمتر داره برگزار میشه. کافیه به این شماره تو واتساپ پیام بدی، خودت معرفی کنی، شرایط همایش رو بپرسی، اطلاعات رو بهتون میدن. و بچه‌ها این همایش رو میگم به هیچ وجه از دست ندین. اگر مطالعه کردی، اگر مطالعه نکردی، اگر رو 5% میخوای بری رو 20%، اگر رو 70% میخوای بری رو 90%، اگر 40% میخوای بری رو 60%، به درد همه بچه‌ها میخوره. چون فرض کن همین الگوی شب امتحانو 3 روز مونده به کنکورت تکرار کنی، ما 70 سوال حل کنیم، تو این 70 تا 80 تا 90 تا سوال قطعاً دانش آموزی که حتی تسلط هم نداشته یه سری نکات مشابه تو کنکور سراسری خواهد دید و قطعاً یه درصد قابل قبولی میزنه، حتی اگر صفر و منفی باشه. من توی اون همایش حتی بهت یاد میدم که کدوم تیپ تست ها رو نباید حل کنی. حتی تو دانش آموز قوی، دانش آموز قوی من اصرار میکنه، میگه آقا میخوام آنتالپی پیوند رو بزنم، میگم نزن، وقتت رو میگیره. تو میتونی اون یه تست رو، اون 5 دقیقه‌ای که میخوای اختصاص بدی به آنتالپی پیوند، بری رو زیستت سرمایه گذاری کنی، بری رو فیزیکت سرمایه گذاری کنی، یا یک سوال شیمی دیگه بزنی. پس یادتون باشه همه سوالات کنکور توی هر درس ارزش یکسانی دارن،
یعنی شما میتونید با یه استراتژی درست ورق رو برگردونید. و من حس میکنم امسال شیمی آنچنان سختی نداشته باشیم، ورق رو به راحتی میتونی برگردونی. اصلا هم تبلیغی صحبت نمیکنم اگر دقت کرده باشی، یعنی بحث تبلیغات یک همایش نیست، چون اگر تبلیغ همایش بود میتونستم وسط درس بگم که خیلی ها میبینم، ولی نگه داشتم آخرش تا به تو توضیح بدم که چه اتفاقی میفته. خیلی دوست دارم ببینمتون به شکل آنلاین، این حس خاصیه، شما از اون حس میکنیم، ما شما رو نمیبینیم ولی شما رو حس میکنیم، با تمام وجودمون حس میکنیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم بچه ها. ای کاش به این نقطه از ویدئوی من برسی، جا نزنی و من بهت افتخار کنم، خانوادت بهت افتخار کنن و خودت در آینده بگی که من توی شرایط سختی که کرونا بود، معلم‌ها درکم نمی‌کردن، خوب درس نخونده بودم، همه چی رو پشت سر گذاشتم، یک روزی یک فردی که شاید اسمش هم دیگه یادت نباشه، یعنی شکوریان، یک هدیه‌ای بهت داد، یک کمکی بهت کرد که خیلی ناچیز و ناقابله، ولی می‌خوام یادگاری از من داشته باشی و فقط برای من انرژی مثبت بفرستی، همین، هیچ چیز دیگه ازت نمی‌خوام. و برای بهترین ها رو آرزو میکنم توی امتحان فردات احتمالاً که داری این کلیپ رو میبینی، پر انرژی باش، جنگنده باش، جا نزن، تا لحظه آخر اون برگه بشین بنویس، یک اتفاق خوب برات میفته. خیلی دوستتون دارم بچه ها، افتخاری بود که در خدمتتون بودم، فرصتی شد که بتونم شب امتحان رو بگیرم. به یادگار بمونه، ساعت 3:10 به 3، حتی دیگه میگم ساعت هم اشتباه میکنم، 10 دقیقه به 3 بامداد، یعنی دیگه میشه تقریبا نزدیک صبح که این کلیپ ما، پکیج شب امتحان ما تموم شد. کم و کاستی اگر بود ببخشین. باز هم براتون آرزوی موفقیت میکنم، دوستتون دارم، خدا نگهدار.